ای خدا، من که میخوام لخ بشم، بقیه شما رو نمیدونم ولی من میخوام لخ بشم. تو هم دیگه بلولن؟ در صورتی که زنت هم اگه بخواد بره پارتی هست و بقیه همه هم به غیر از خودش مرد هستن، این هم نباید مشکل داشته باشه. و شوهرم داشته باشن. ای جدی میگی؟ من فکر کردم زنه که شوهر دارن قراره. سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. اگر روی یوتیوب دارید نگاه میکنید لطفاً همین الان یک ثانیه وقت بذارید برنامه رو لایک بکنید. امروز یه برنامه داریم درباره یه آخوند ویژه‌ای که ما اینجا هر روز برنامه ها ازش استفاده میکنیم برای نقد ایدولوژی جمهوری اسلامی. مهمه که حواسمون باشه که تارگت اصلی ما، هدف اصلی ما زدن ایدولوژی جمهوری اسلامیه. بعضی هم کامنت میذارن میگن این آخونده رو چرا داری بزرگ میکنی؟ بابا این آخونده باید بزرگ بشه. من نمیفهمم شما دارین چی میگید. اینها خودشون رو بهتر از هر کی میزنن. میخواید بدونید ته جاده زن، زندگی، آزادی به کجا ختم میشه؟ این کلیپو تا انتها ببینید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بزرگواران. خیلی ها میگن که حجابو آزاد بذارید، آقا بذارید راحت باشن مردم، همه با هم دیگه باشن، هر کاری دوست دارن انجام بدن. این بهش میگن آزادی. هیچ چیزی، هیچ مکتبی، برامی، هیچ نهله فکری نباید آزادی را محدود بکنه. از این صحبت ها خیلی ما از آزادی دفاع میکنیم، ولی دفاع از آزادی به معنی دفاع از آزادی مطلق نیست. نمیدونم الان اینجا به نظر میرسه که یه جوری داره میگه، حرف میزنه انگار ما هیچ محدودیت هایی نداریم، همه چی باید آزاد باشه. ما اگه انقدر به شدت از آزادی دفاع میکنیم، در مقابل سیستمی که شما ازش دفاع میکنید، ما خیلی چیز آزادتری رو میخوایم، ولی انقدر هم مطلق ما آزادی نمیخوایم. ما لیبرال هستیم، درسته؟ حالا لیبرال به اون چیزی که مردم تو ایران تصور میکنن در مقابل سوشال دموکرات رو نمیگم. لیبرال به معنی کسایی دارم صحبت میکنم که از آزادی مبنا بر حقوق بشر دفاع میکنن داریم صحبت میکنیم. کسی که لیبرالیسم رو ازش داره دفاع میکنه، از حق حقوق بشر هم دفاع میکنه، نه فقط آزادی. حقوق به طور کل مخالف آزادی هست. یعنی وقتی شما برای یک سری انسان های حقوق قائل میشین، تنها نوعی که میتونین از حقوقشون دفاع بکنید اینه که تو جامعه یک محدودیت های ایجاد بکنید. مثلا فرض کنید یه گروهی از آدم هستن به اسم گروه A، حالا میخواین یه حقی براشون قائل بشین. خب برای اینکه از این حقشون دفاع بکنین، باید برای بقیه جامعه یه محدودیت های قائل بشین. برای همین لیبرالیسم و آزادی با هم تناقض داره. پس کسی که لیبرال هست نمیتونه بیاد از آزادی مطلق دفاع بکنه. ما اگه از آزادی دفاع داری میکنیم، منظورمون مخالفت با محدودیت‌های بیجا هست، مثلا محدودیت‌های دینی، نه هر محدودیتی. اتفاقا ما از محدودیت‌ها دفاع میکنیم، برای اینکه از حقوق دفاع میکنیم. حقوق بشر احتیاج به محدودیت داره. همه با هم دیگه باشن، هر کاری دوست دارن انجام بدن. این هر کاری دوست دارن انجام بدن. نه خیر، ما هم چه حرفی نزدیم. هم مرد پوشالیه، هم دوگانگی کاذبه، هم مسموم کردن ما هم چنین ادعایی نمی کنیم که مردم هر کاری میخوان بکنن. کسایی که میگن مردم هر کاری میخوان بکنن، معمولا به اونا میگن آنارشیست. شما وقتی که به قانون اعتقاد داشته باشی، به حکومت اعتقاد داشته باشی، یعنی به محدودیت هم اعتقاد داری. ما اگه مثلا میخوایم براندازی بکنیم که جمهوری اسلامی بره، خب بعدش میخوام یه حکومت دیگه بیاد، حکومت دیگه با قوانین خودش، قوانین هم یعنی محدودیت. پس نه، اصلا همچین حرفی نمیذاریم که هر کسی هر کاری میخواد بکنه. بهش میگن آزادی. هیچ چیزی، هیچ مکتبی، هیچ مرامی، هیچ نهله فکری نباید آزادی را محدود بکنه. از این صحبت بی خود کردی. هیچ چی داری میگی؟ ما هم چی حرفی نزدیم. این داری جواب به کی میدی؟ و خب مسلما میگن اسلام هم دست و پای مردم رو بسته، مردم رو عقده ای بار آورده. و اون کسایی هم که طرفدار زن زندگی آزادی ان، میگن اسلام و جمهوری اسلامی باید نابود بشه بره تا مردم نفس راحت بکشن. ببینید واقعا اینها دنبال چی هستن؟ میگن نه، ما دنبال رفاه، دنبال اقتصاد فلان، نه ما نمیخوایم لخ بشیم. کی گفته ما میخوایم لخ بشیم؟ ما دنبال دلار فلان قیمتی هستیم، میخوام بیاد پایین. ما دنبال مبارزه با اختلاس و دزدی و اینا هستیم. من که میخوام لخ بشم، بقیه شما رو نمیدونم ولی من میخوام لخ بشم. منظورش لخت مادرزاده. تعریف اینا با لخ با تعریف ما فرق میکنه. اینا خیلی هاشون، من کانالاشو نگاه میکنم، حتی یه کسی روسری هم سرش نداشته بهش میگن برهنه. اما ببین بزرگانشون، لیدرانشون، کسانی که به اینا خط میدن، ببین اونا چی میگن. انصافا بشین پای صحبتاشون، ببین چند تاشون درباره بحث اقتصادی علمی، کاملا بحث‌های مبنایی، یا درباره اینجور مسائلی که فقط به مسائل زیر شکم مربوط میشه. یه نمونهشو با هم دیگه ببین. خیلی جالبه ها،
اینا ادعا میکنن که انگار توی فرقه ایم، توی دینیم، که کسایی که مدرسه، من حالا شاهین نجفی رو خیلی برنامه‌اشو دوست دارم و نگاه میکنم و یاد میگیرم، ولی اینجوری نیست که ما مثلا اینا پیغمبران ما هستن، امامان ما هستن و اینا رو هر چی بگن قبول میکنن. اینا فکر میکنن آدمایی هم که مثلا برای ما مطرح، یعنی یه کلیگویی داره میکنه، هممون داره میکنه توی سبد، یه برچسب هم میزنه روش، میگه ببینید اینا اینو دنبال میکنن، پس هر چی شاهین نجفی میگه ما هم قبول داریم، پس شاهین نجفی اگه اینجا حرف غلطی زد اینو نسبت میخواد بده به همه ما. این کارو ما با اونا میتونیم بکنیم، ما چون شما اگه مسلمان باشی ادعات اینه که محمد همه کاراش درسته و من پیرو همه اعمال و همه گفتار محمد هستم. برای این ما این کلیگویی رو میتونیم بکنیم، چون ادعای خودشونه درباره الله و محمد و قرآن اینا. یه نمونهشو با هم دیگه ببینیم. امیدوارم بلافاصله بعد از سقوط فرقه تبهکاران همه بانوان ایرانی شلوار، اصلا خیلی زشت زن شلوار بپوشه، همه دامن بپوشن، اصلا از دامنم خیلی بالاتر، 7 8 10 وجب بالای زانو بپوشه. بی خود تو یعنی چی؟ تو داری تعیین می‌کنی زن چی بپوشن؟ زن اگه دلش بخواد شلوار بپوشه شلوار می‌پوشه. من چرا شلوار زشته برای زن؟ شلوارای خیلی قشنگم داریم برای زن. چه این مسخره بازی، چه شلوار زشته برای زن؟ خیلی هم عالی، اصلا برای کلاس یک مملکت خیلی عالیه. هر مردی هم نمیتونه قبول کنه، خود تو غلط می‌کنی، چشرونی می‌کنی، چشرونی بکنی، ولی در فقط از چشرونی بالاتر دیگه نری. دست درازی بکنی پلیس باید با چک و لگد دولت چالان کنه. میگه که هر مردی خوشش نمیاد غلط کرده. خب تو هم همینطور، این برای خودت هم درسته. تو هم میگی من از شلوار برای زن خوشم نمیاد، خب تو هم غلط کردی. خب مردی که از دامن کوتاه خوشش نمیاد که یه زن دامن کوتاه پوشیده، اون غلط کرده که در تعیین تکلیف میکنه که زن باید چی بپوشه. تو هم که از شلوار خوشت نمیاد، تو هم غلط کردی. البته چشرونی با اینکه غیر قانونی نباشه غیر اخلاقی هست، بالاخره بر مردم احساس اذیت می... آره یعنی یه چیز، ولی این غیر قانونیش نمیشه کرد، ولی غیر اخلاقی هست، پس نگو هیچ اشکال نداره. مملکتی به تمدن میرسه که خانومای اون مملکت سکسی لباس بپوشن، سکسی و خوشگل قشنگ بیان تو خیابونا با آزادی کامل تو خیابونا قدم بزنن راحت. معیار تمدنش خیلی بیخوده. مملکتی به تمدن رسیده که زناش سکسی بیان بیرون. اتفاقا یه جامعه بیماره. اگه شما رفتین تو خیابونا دیدین که تمام زنا همیشه دارن سعی میکنن سکسی باشن، این جامعه بیماره. زشت زن شلوار بپوشه یعنی فردا میشه دامن اجباری. پس دامنم چقدر 7-8 ده وجب بالاتر. از پایین من بگیرم 1 2 3 4 5 6 7 میره پشت عمامه 10 وجب لامصب تو سرت هم میخواید. خب لخ میگه نمیدونم والا، یه بار دیگه بشمارم دیگه 7 وجب گفتم، من وجبای کوچیک میگم 1 2 هم منظورش که لخت مادرزاد نبود دیگه، حالا گیر داره میدوید. 5 دیگه میرسه به چشمم، 8-10 وجب میره سقف آقا، دیگه بالاتر دیگه نداریم. عجب آدمایی هم. باشه سوتیشو گیر آوردی، خوش آفرین، سوتیشو گیر آوردی، چیکار کنیم حالا؟ عجب آدمایی هم. یه کلا لخت کل بابا. اون خانومه تو هلند گفتش که این بدن رو میبینید شما، نمیدونم از اینجا شیر نوشیدید و فلان. خود هولند که آتیست و پره، اصلا خیلی زیاده به کسایی که ملحد و بیدین هستن فراوان، اصلا خیلی اوپنه. انداختن زندان، گفت بی خود کردی دیگه، امرد دیگه آزاد نیست. دمش کرد زندان ننداخت، دستگیرش کردن، ولی من فکرم به یه دلیل دیگه بود، به دلیل لختیش گرفتنش. خانم فولادان کسی من فکر میکنم هلند جز اون کشورهاییه که برهنگی عمومیش یه محدودیتی داره. اها. ممکنه برای، ولی زندان نمی کنن، فقط یه اشتراف، یه جریمه داره همین. فقط حالا ببینم زندان نداره، شما رو دستگیر میکنن، لباس مثلا میگن اون قسمت حساس رو بپوشون برو. یعنی الان نیدرلند و هلند و مثال داره میزنه، خب که اونجا با اینکه بی‌حجابی هست و مردم دامن کوتاه و همه چی میپوشن، با بیکینی هم میرن بیچ و اینا، شما اگه مشکلت با لختی مادرزاده، اگه مشکلت این هست، خب دیدی آقا جان تو هلند هم نذاشتن دیگه. خب پس ببینید تو کشورهای آزاد، اون آزادی که شما فکر میکنین قرار مردم لخت مادرزاد بیان، اتفاق قرار نیست بیفته. اگه نگران لخت مادرزادی هستین، خود این تو هلندش هم نذاشتن دیگه، پس نگران چی هستید؟ مگه بهشون نمیگن آقا اینا فردا حجاب برمی‌دارن، فردا بدون شورت هم میان تو خیابون؟ خب مثل که نه تو هلند هم نذاشتن. خب پس خب اگه نگرانی نترسین، چقدر میترسن انصافا. و آره ما مبنای کاملا غیر دینی، یا نمیگم ضد دینی، غیر دینی، اما دیگه شما شورش رو درآوردی اینا، ولی میگن نه ده باشه. آقا باشه در همین حد به ما بدین، ما البته لازم نیست شما اینو به ما بدین، ما به زور از ساعتتون میگیریم. باش لخت ما مادرزار نمیخوایم، اوکی؟ در همین حدی که هلند اجازه میده رو ما همونو میخوایم فعلا، اوکی؟
راضی هستید؟ عجب بالاتر از زانو باید دامنه تو دامنه نیدم چجوری باید بره بالا کجا میخواد آویز بینید حتما تو شبکه های فشن باید البته یه چیزی بگم این که توی پابلیک مردم لخت مادرزاد بشن این نباید قانونی باشه به خاطر بچه ها اگرم جاهایی مثلا لخت مادرزاد رو آزاد کردن تو کشور دیگه جاهای خاصی براش هست مثلا یک بیچی هست یک ساحلی هست درسته که مردم میتونن برن اونجا لخت مادرزاد بشن ولی چون بچه توی عموم بچه هست لخت مادرزاد رو چیز نمی کنن. قانونی نمی کنن. برای این کاملا غیر قانونی میمونه مدلی برای این ارائه بدن مملکت پیشرفت میکنه که زن دوست پسرش انتخاب بکنه نه مرد دوست دخترش انتخاب بکنه زن حق انتخاب داشته باشه اون مملکت پیشرفت میکنه یعنی چی؟ آقا این کیه؟ این از اون بره بوم افتاده اون مملکت پیشرفت میکنه کاری که در زمان شاهنشاه آریاوش داشت میشد مملکت پیشرفت میکنه نه راست میگه داشت حق انتخاب این که زن داره حق انتخابو میگرفت درسته زمان پهلوی این داشت افزایش پیدا میکرد این که حق زن باید افزایش پیدا بکنه و اینا مساوی با مرد و اینا بشه این حرفش کاملا درسته ما فقط اون قسمتش عجیب غریبه که انگار مرد نباید بیاد بتونه انتخاب بکنه که زنان اون مملکت در اصل اون مملکت رو بچرخونن تو فروشگاه ها تو کارخونه ها تو اداره تو بانک تو وزارت آموزش پرورش تو وزارت خونه ها تو دانشگاه ها هر جا مردا هستن زنان باشن زنان خیلی مثلا چهار اوکی اوکی الان درستش کرد زنان خیلی مثلا 4-5 تا خانوم خیلی راحت با شوهرم داشته باشن و به شوهرشون بگن شما میخواین بریم بشینیم با 4-5 تا دوستامون داریم میریم این که معلومه خسته نباشی که این که معلومه باید این آزادی رو باشه یعنی چی این کسی با این اعتراض داره میگه شوهرم داشته باشن جدی میگی من فکر کردم زنایی که شوهر دارن قراره آزاد نباشن دیگه ما آقایون میگیم امشب من و مهدی و حسین و حسن اینا جورم چم شدیم به یاد قدیم بریم یه لبی تر کنیم بریم لب تر کنیم منم امشب میخوام با نسرین و بابا میخوام با نسرین و نمیدونم شهین و مهین بریم ما هم یه لبی تر کنیم تازه این آزادیش هم محدوده این الان داره فکر میکنه داره تابو شکنی میکنه که مثلا یه زنی که همسر داره شب بره بخواد با دوستاش مثلا یه پارتی اسمایی رو که آورد همش زن بودن الان برای مرد اسمای مرد آورد برای زن دوستای زن آورد مثلا زن آورد در صورتی که زن تام اگه بخواد بره یه پارتی هست و بقیه همه هم به غیر از خودش مرد هستن این هم نباید مشکل داشته باشه چطور تو لب در میکنی من نباید لب در کنم چرا اگه به تر کردن خب منم میخوام در کنم هر کاری که مردم میکنن زنا باید بکنن اون موقع جامعه میتونه ادعا بکنه ما به تمدن رسیدیم خب دقت کردید عزیزان هدف چیه هدف این که راحت تو همدیگه بلولن بدون هیچ قید و بندی تو همدیگه بلولن طرف داره میره پارتی با دوستاش تو هم اصلا من نمیدونم این همه یارو حرفای چرت زد میتونی بهش گیر بدی بچه‌ها داری مقاطع مرد پوشالی میکنی اصلا گفت مردم بلولن منظورش از بلولن به هم چیه تو همدیگه بلولن این داره اصلا یه چیزی میگه طرف نگفت درباره لولیدن تو هم چیزی نگفت اتفاقا مثالش هم خیلی محافظه‌کارانه بود زنه میخواد بره با دوستای زنش وقت بذاره حتی اسم مردم نیورد همه اسمایی که آورد زن بودن و میگه میخوان همه هم بلولن اصلا همش حرفی نزد طرف زنه بالاخره شوهر داره شوهره زن داره زن شوهر اصلا معنی نداره اما دوست داره با هم دیگه رابطه داشته باشن در این بابا چی میگی شوهر و زن حق دارن که برای همدیگه یک سری محدودیت هایی قائل بشن به شرطی که اگه این محدودیت رو دوست نداشته باشن بتونن از هم جدا شن یعنی شما میتونی بیای بگی که به زنت بگی من دوست ندارم تو البته این محدودیت ها هم باید منطقی باشه تو اگه بگی که من دوست ندارم با مردها صحبت بکنی این دیگه خیلی محدودیت مسخره ای از این مرد فرار بکنید برید ولی اگه بگی من دوست ندارم تو با مردهای دیگه فلرت بکنی فلرت به فارسی چی میشه لاس زدن بعضی یه مردایی هستن که اوپن اوپنن میان میگن اصلا برای من مشکلی نیست برو هر کاری دلت میخواد بکن من هنوزم دوست دارم اوکی یه سری مردایی هم میگن نه من دوست ندارم تو لاس بزنی با مرد دیگه اینجا هنوز هم زن آزاده زنه میتونه قبول بکنه وارد این ریلیشنشیپ بشه خب ولی وقتی وارد این ریلیشنشیپ شدی اون محدودیت رو باید قبول بکنی که آقا با مرد دیگه لاس نزن ولی اگرم این محدودیت رو دوست داشتی هنوزم آزادی چون میتونی از اون ریلیشنشیپ بری هم مرد هم زن حق داره که یه سری محدودیت‌های رو برای ریلیشنشیپ بذاره دیگه از اون ور بوم نیافتین که مثلا مرد اجازه نداره شرطی داشته باشه برای این ریلیشنشیپ یک زن هم میتونه بیا شرطای بذاره میگه آقا من دوست ندارم تو میتونی با زنها صحبت بکنی ولی با زنها لاس نزن به مرد شوهرش بگه دوست ندارم اینو خب مردم اگه بگه من این محدودیت رو دوست دارم خب اونم میتونه از این ریلیشنشیپ بره آزاد آزاده یه قرارداد اجتماعی شما داره با هم دارید قرارداد رو اگه قبول بکنی باید محدودیت هایی هم که طرف مقابل قائل میشه برای تو باید بهش احترام بذاری یک مملکت به تمدن میرسه به به چه تمدنی اصلا نمیگه علم تکنولوژیک فقط تو این صورت اینجوری اگه شد لخ شدن همه تو هم دیگه لولیدن اون موقع میشه چی؟ یک جامعه متمدن بس ببخشید طویله ها به خدا
اوج تمدنن، چون طویلا هم همینجوری هم دیگه نرامارده با هم دیگه هر گونه دلشون میخوان آمیزش دارن. خب هیچ مشکلی هم نیست، کسی هم غیرت مهرت هم نداره. هی خدا. ولی آرمین گفتن که تمام حیوانات دین دارن و دینشون هم اسلام مهمه. وایسا ببینم، مثل خودت گفتی تسلا، خودت گفتی که چی تو اسلام میگن گوساله ها چیزن، همه حیوانات اسلامه دینشون. حیوانات دینشون اسلامه. بله. خب بیا مثال تو خودت بهم دادی. خب اگه اسلام باعث تمدن میشه، پس این گوساله ها هم که مسلمونه چرا اینا تمدن ندارن؟